این قلعه تاریخی بوست است که علاوه بر روزهای عادی، در روزهای عید و دیگر روزهای مناسبتی توجه هزاران گردشگر را به خود جلب می کند. بازدید کنندگان می گویند که اگر دولت در زمینه حفظ و مرمت کاری ساحات تاریخی توجه بیشتر کند، در آینده سیاحین داخلی و خارجی زیادی از این ساحات دیدن خواهند کرد. دولت سمو دا غشتنه ده چې دا داسي پاملرنه به شي ورته وکړي لکه یو ځانګړي ځایته ان ادم به شي داسي ورغه وسی لکه یو د پلارو د نیکه تاریخ را ژوندۍ کې به شي دا داسي یو تاریخي ځای دی چې د ولایت یا د دولت په سطح یو ځای دی نو به شي دغه ځای کې ترور ځایو ډیره پاملرنه وشي او ډیره ورغه وسی او ډیر خواری و سر و کاشتی ولی دا و تاریخی زایده شده ما بین اولاد شده تاریخ مده ما بین زید یار مزل نو تقریبا وست ساعت ات ساعت دا موتر مزل دا اجدل تراغلیو خاص دا شوک دا پارش دا دید زای منوالو دیر انو دا امارت و حکومت سفم دا گوشتن اج دا زای تردیل ورغ و سی او جور سی سیلانیان یه تردغل منوال دیر سی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند میگوید که قرار است در سال جاری سه بخش از ساحه تاریخی بست را مرمت کاری کنند. هلمند ولایت د بست تاریخی کلا ته د اکثریت ولایتو څخه مثلا کندهار دی، روزګان دی، د فراه د نږدې ولایتو څخه او ځینې وخت د کابل څخه هم زیات شمیر مینوال ورته راځي د دې کلا څخه لیدنه کوي. خو پرون چې د اختر دریمه ورځ وه، د ایټالیا هیواد څخه دوه تنه خارجي اتباع سیلانیان راغلي وه چې یو یې نارینه و یوه ښځینه وه، دو هم د کلای بست د کلا څخه لیدنه وکړه او سیاحت یې وکړي. داسې دقیق شمار خو یې نه معلومیږي، کیدای 15,000-16,000 په شاوخوا کې ځوانان او خارجي داخلي خلک دلته راځي لیدنې کوي. قلعه بست یکی از دهها ساحه تاریخی در ولایت هلمند است که به گفته مورخان در زمان پادشاهی نوشیروان ساخته شده و 2500 سال قدامت تاریخی دارد.